شبکه خبری آی 24 فیلم مستندی از تاریخ و پیشینه شیعیان در اسرائیل پخش کرد. در این مستند سی دقیقه ای به زبان عربی گزارشگر این شبکه اسرائیلی تلاش کرد که ابعاد گوناگون زندگی شیعیان در اسرائیل را مورد بررسی قرار دهد. عمده شیعیان اسرائیل شیعیان اسماعیلی به جامانده از دوره استیلای امپراتوری فاطمی در مصر و شمال آفریقا هستند که در شمال اسرائیل در مناطق هم مرز با لبنان میزیستند حتی پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول و قیمومیت بریتانیا بر فلسطین و تا زمان تأسیس دولت اسرائیل در سال 1948 شیعیان عمدتا در هفت روستای شیعه نشین در جوار مرز لبنان زندگی آرامی داشتند و آزادانه به برپایی مناسک و شاعر شیعی و ازاداری ما حسین علیه السلام می‌پرداختند پرداختند. اما پس از ترسیم خطوط مرزی لبنان بخشی از ایشان به لبنان مهاجرت کرده و بخشی هم در روستاهای خود باقی ماندند در سال 1950 شهر اسقلان در جنوب تلاویب و غرب بیت المقدس به اشغال نیروهای اسرائیل درآمد و موشا دایان نخست وزیر وقت اسرائیل پس از استیلای نیروهای اسرائیلی بر شهر مسلمان نشین رسما بناهای اسلامی به ویژه مسجد مشهور و تاریخی رسول حسین علیه السلام را تخریب کرد سالهای بعد شهرداری اسقلان محوطه ای از سنگ مرمر همراه با نرده هایی را در محل مسجد تخریب شده ساخت که شیعیان از اقتصاد نقاط, نقاط دنیا برای زیارت و عبادت و راز نیاز به آنجا می آیند. آمار دقیقی از تعداد شیعیان اسرائیل در دست نیست زیرا بسیار از ایشان تقیه می کنند و به دلیل فشارهای امنیتی باور شیعی خودشان را مخفی می نمایند. اما تصاویر متعددی از نماز جماعت در محوطه مسجد الاقصی بدون دستان بسته و همراه با تربت عبا عبدالله حسین علیه السلام در شبکه های مجازی انتشار یافته و در دسترس عموم قرار دارد.